Hello again, darling. How are you doing today? I hope you're all doing better than ever. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم حال دلتون از همیشه بهتر باشه. خوش اومدید به یه قسمت دیگه از آموزش زبان با سریال فرندز. امروز هم می‌خوایم سه تیکه از سریال بررسی کنیم. دیگه از اینجا به بعد توی سریال فرندز هم تو قسمت‌های فرندز هم من تو ویدیو هستم. روالی که کار می‌کنیم، متدی که کار می‌کنیم شبیه آموزش زبان با هنرمندان خواهد بود. ویدیو رو با هم می‌بینیم، می‌شنویم و جمله به جمله بررسی می‌کنیم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. فقط لطفا یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید و تا آخرین ویدیو با من همراه باشید. So, let's go. خب دوستان، ویدیو رو با هم می‌بینیم. من سه تا ویدیو رو به هم چسبوندم پشت سر هم. خب یکی یکی می‌بینیم، برمیگردیم عقب دوباره بررسی می‌کنیم. ویدیو اول ببینیم که کوتاه نهایت 20 ثانیه باشه. ببینیم چه لغت‌ها و عبارت‌هایی رو قرار بررسی کنیم. اوکی؟ Let's go. 1 2 3. I can't believe you're so uptight about your mom coming. I know, but it's the first time and I just don't want her to think that because I didn't marry Barry my life is total crap, you know? خب دوستان، ویدیو رو دیدین؟ ویدیو کوتاه برای فرندز، من مجبورم همینجوری بذارم. مثل هنرمندا نیست بتونم یک دقیقه بذارم. فرندز بیشتر از 20 ثانیه باشه، 25 ثانیه باشه، یوتیوب گیر میده. برای همین دیگه من خودم کلی میگردم تا این تیکایی که بتونم پیدا کنم که تو 20 ثانیه یه چیزی برای گفتن باشه که من پیدا کنم و بتونم توضیح بدم. خب اینجا جویی میگه که You are so uptight about your mom coming. You are so uptight about your mom coming. لغت که میخوایم یاد بگیریم uptight. Uptight یعنی نروس بودن، عصبی بودن. وقتی دست و پاتو گم میکنی، خیلی نروسی، نمیدونی داری چیکار میکنی، هول شدی از استرسی که داری نسبت به چیزی. برای مثال میگن Don't get uptight about the exams, they will be over soon. در رابطه با امتحان ها uptight نباش، نگران نباش، نروس نباش، خیلی زود تموم میشن. خب اینجا هم داره میگه You are so uptight about your mom coming. نسبت به این قضیه که مامانت داره میاد خیلی uptight، یعنی که خیلی نروسی، خیلی عصبی. در ادامه ریچل میگه که So uptight about your mom coming. I know, I just don't want her to think that. میگه میدونم، فقط نمیخوام اون اینجوری فکر کنه که I don't want her to think that because it's just it's the first time and I just don't want her to think that because I didn't marry Barry my life is crap. Because I didn't marry Barry my life is crap. چون به خاطر اینکه من با بری ازدواج نکردم my life is crap. Crap یعنی چی؟ Crap یعنی یه چیزی که به درد نمیخوره، مزخرف. زندگیم بیهوده است، زندگیم تباهه، زندگیم مزخرفه. Crap رو خیلی جا استفاده میکنم. مثلا ما یک crap داریم، یه این کلمه رو داریم، مثل دو تا کلمه‌ای که من گفتم دمت رو داشتیم، دمت یعنی لعنت بهت و این. اینجا هم کرپ رو داریم و این. خب اونم کلمه بی‌ادبانه است. وقتی یه چیزی میگه، وقتی یه نفر یه چیزی میگه، یه بلافی میزنه، یه حرفی میزنه، تو میخوای بگی مزخرفه بابا، that's crap. اصلا چی میگی؟ چرت و پرت داری میگی. از کرپ استفاده میکنن. یا میگن that was a load of crap. A load of crap. Load یعنی بار. That was a load of crap. یعنی یه باری از مزخرفات رو داشت میگفت فقط. خب اینجا ولی کرپش، کرپ منظورش مزخرف بودنه، یک حرف نیست. اینجا منظورش بیهوده بودن، تباه بودنه. I didn't marry Barry, my life is crap. من نمیخوام اینجوری فکر کنی که چون با بری ازدواج نکردم زندگیم تباهه، بیهوده است. خب پس ما توی ویدیوی اول دوتا لغت یاد گرفتیم، uptight و crap. اوکی بریم سراغ ویدیوی دوم. خب میریم سراغ ویدیوی دوم. تو ویدیوی دوم هم دوستان یه لغت و یه دونه فریزال ورب میخوایم یاد بگیریم. در واقع فریزال ورب هم از همون لغت گرفته شده. خب بریم دوباره ببینیم. ویدیوی کوتاهیه. Oh my god, someone, he's choking. Is anyone here a doctor? Oh yes. Yes, the best doctor in all of Salem, Dr. Drake Ramore. خب ویدیو رو دیدیم، حالا با هم بررسی میکنیم. خب اول ویدیو میگه که Oh my god, someone, he's choking. Oh my god, someone. اینجا someone یعنی someone help please. خب Oh my god, someone مخففش کرده. Someone یعنی که یکی کمک کنه. خب someone, he's choking. Choking یعنی خفه شدن. He's choking داره خفه میشه. مثلا میخوای بگی اون خفه شد تا مرد. He was choked to death. یعنی که خفش کردن تا مرد. He was choked to death. خب حالا ما یه دونه phrasal verb هم از choke داریم. Choke up. Choke up به چه معنیه؟ فرض کن شما یه پرزنتیشنی داری، یه ارائه‌ای داری، میخوای بری ارائه بدی، از استرس صدات در نمیاد، لال میشی. میخواد طرف میخواد بهت بگه که، یا تو مثلا میخوای بگی طرف اصلا اینقدر استرس لال شد. He choked up.
He choked up. Choked up اینجوری به معنی خفه شدن و مردن نیست، یعنی لال شدنه. از استرس صداش در نیامد. خب زبونش بند اومد. He choked up during the interview. در طی اینترویو اصلا لال شد از استرس، از فشاری که روش بود. پس اینجا دو تا فریزر بره با یه لغت با هم بررسی کردیم. Oh my god, someone is choking. اینکه کمک داره خفه میشه. Oh my god, someone is choking. Is anyone here a doctor? Anyone here a doctor? کسی اینجا دکتر هست؟ اینجا کسی دکتر هست؟ Doctor. Oh yes. Yes, the best doctor in Salem. بهترین دکتر در سیلم. ببینید دوست قضیه اینه که جوی توی سریالی داره بازی میکنه و تو اون سریال توی خود فرنز نه تو خود فرنز اکتره، توی سریال داره بازی میکنه و تو اون سریال دکتره، دکتر دریک ریموری هم هست اسمش، که اون دکتری که هست توی شهر سیلمه. سیلم یه شهریه توی ایالت مساچوستس. خب مساچوستس تلفظش رو دقت کنید، مساچوستس. ما میگیم ماساچوست، ماساچوست نیست. خب ما یه جور میگیم که راحت باشه واسمون، ماساچوست نداریم، مساچوستس. خب تو ایالت مساچوستس یه شهریه، سیلم میگه که بهترین دکتر این سیلم، نقشی که توی اینجا سیلم لغت نیست، شهره، و داره میگه بهترین دکتر توی سیلم، دکتر دریک رموره. الان معرفی کنم all of Salem, دکتر دریک رموره. و جویه همینجور نگاه میکنم. خب میریم سراغ ویدئوی سوم. خب بریم سراغ ویدئوی سوم. اینجا مانیکا و ریچل دارن با هم بحث میکنن، یه دعوای کوچیک دارن، یه سری عبارات و لغات جالب رو با هم یاد میگیریم. با هم ویدئو رو بشنویم. You know, you had no right to go out with him. That is the most ridiculous thing. You sold me out. I did not sell you out. You absolutely sold me. Talk. Did you just flick me? Okay, well, you wouldn't let me finish, and I was Ow, that hurt. خب دوستان ویدیو رو دیدیم، کوتاه بود ولی یه سری عبارات جالب داخلش داره و یکی دو تا لغت جدید. بریم با هم بررسی کنیم. خب اولش مانیکا میگه که you had no right to date him، ولی تو زیر نمیشه میشه date، تو گفتار میگه go out، جفتش به یه معنی. You had no right to date him. You had no right to go out with him. میگه تو هیچ حقی نداشتی. اینجا right به معنای حقه. خب right هم میتونه به معنای درست بودن باشه، that's right، یا میتونی بگی that's my right، اون حق منه. خب this is my right، این حق منه. You had no right، تو حق نداشتی باهاش بیرون بری، باهاش قرار بذاری. قرار گذاشتن date و go out. You had no right to go out with him، یعنی هیچ حقی نداشتی باهاش قرار بذاری بری بیرون. هم میتونی از go out استفاده کنی. Go out with someone یعنی که قرار گذاشتن با کسی. Date هم به همین معنی. خب you had no right to go out with him، یا you had no right to date with him، یا date him، حتی بدون with هم میگن. You had no right to go out with him. That's the most ridiculous. اینجا جملهشو میباره. You sold me out. میگه اون مزخرفترین و مسخره‌ترین چیزیه که میخواد بگه. That's the most ridiculous I've ever heard. خب من تا حالا شنیدم. That's the most ridiculous I've ever heard. Ridiculous thing I've ever heard. یعنی که مزخرفترین چیزی که تا حالا شنیدم. خب یه جملهشو میباره. You sold me out. بعد مانیکا میگه که You sold me out. Sell someone out. خب به معنای فروختن بی ارزش فروختن. ما مثلا میگیم تو منو مثل پوست خیار فروختی. You sold me out. یعنی که تو منو فروختی. خب sell something یعنی که چیزی رو فروختم. I sold it، فروختم. وقتی تو ولی میخوای به کسی بگی تو منو فروختی، بهم نارو زدی، میگی You sold me out. اینجا داری میگی تو You sold me out، یعنی که بهم خیانت کردی، منو فروختی. You sold me out. I did not sell you out. Yes you did. You absolutely absolutely یعنی که دقیقاً منو فروختی. Absolutely sold me. Let me talk. اجازه میدی حرف بزنم؟ بعد یه دونه میزنه تو سرش. Did you just flick me؟ لغت flick. Did you just flick me؟ flick یعنی ضربه ناگهانی. به این نمیگن به خصوص flick. خب برای مثال فرض کن من اینو میگم. Every time you turn your head, your hair flick my face. Every time you turn your head, your hair flick my face. هر بار که سرتو میچرخونی موهات برخورد میکنه تو صورت من. مثلا سر کلاس نشستی، مثلا یه دختری جلوت نشسته موهاش بلنده یا هر چی، یهو برمیگرده موهاش میخوره تو صورت تو. خب به اون ضربه ناگهانی میگن فلیک. Every time you turn your head، هر بار کلاتو میچرخونی، your hair flick my face. موهات ضربه میزنه به صورت من، برخورد میکنه به صورت من. اینجا هم داره میگه Did you just flick me؟ به من ضربه زدی؟ You just flick me? OK,
Okay, well, you wouldn't let me... اجازه نمیدادی تمام کنم حرفمو. You wouldn't let me finish and I was... Finish and I was... Ow, that hurt. Hurt یعنی که درد داشت. خب it hurts درد میکنه. گذشتش هم میشه hurt. Hurt, hurt, hurt. سه بخشش یکیه. Hurt, hurt, hurt. بخش سومش هم hurt. خب I was hurt. من صدمه دیده بودم. It hurts درد میکنه. That hurt درد گرفت. اینجا هم داره میگه oh, that hurt. پس جمله گذشته است. خب that hurt. یعنی که درد گرفت. چیزی که زدی درد داشت. That hurt. خب دوستان بررسی کردیم کامل. شد. امیدوارم که لذت برده باشید. امیدوارم خودم تو ویدیو باشم. فکر کنم ویدیو از اون خسته کنندگی در میاد که ویدیو رو کامل ببینیم. بعد من هی بیام 3 دقیقه حرف بزنم. این 3 دقیقه حرف زدن رو همراه با فیلم پیش میبریم که خسته کننده نباشه. امیدوارم استفاده کرده باشید. بازم یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون و کسی که دوستشون دارید باشید. یه بارم آخر ویدیو الان همه این قسمتایی که پخش شد یه بار دیگه پخش میشه که بشنوید و یه مروری بشه. تا ویدیوی بعدی تیک کیر. Can't believe you're so uptight about your mom coming. I know, but it's the first time and I just don't want her to think that because I didn't marry Barry my life is total crap, you know? When talk about crap, try listening. Oh my god, someone, he's choking. Is anyone here a doctor? Oh, yes. Yes, the best doctor in all of Salem, Dr. Drake Ramore. You know, you had no right to go out with him. That is the most ridiculous. You sold me out. I did not sell you out. You did. Absolutely. Would you let sold me talk? Did you just flick me? Okay, well, you wouldn't let me finish, and I was just...